گزاراندن تست برای کرونا ویروس پلاکیاس یا رایگان، نتیجه تشخیص تست کرونا ویروس در چه قدر وقت معین می شود؟ برای معین کردن آن که یک نفر گرفتار کرونا ویروس است، از او چند بار تست می گیرند؟ این و دیگر سوال ها در برنامه امروز مورد بررسی قرار می گیرد. سلام بینندگان عزیز، برنامه زندگی به کووید مهمان خاندانی هر یکی شما است و امروز چون هر وقت ما باز یک موضوع رو مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم. برای روشنی انداختن به این مسئله در مهمانی ما حضور دارند متخصص مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی ولایت سوت اینجا اکراموف نصیب جان. مهمانی برنامه رو خوش آمدید میگویم، برای دعوت ما رو پذیرفتن. و بینندگان عزیز، در آغاز برنامه بیاید با هم یک رجوع میکنیم به آمار انتقال و پهنشوی کرونا ویروس در مقیاس عالم و همچنین تاجیکستان. خوب بینندگان عزیز، بیماری کرونا ویروس در واقع امروز جامعه جهانی را تا جای نگران کرده است و از این بیماری همگیر تمام سیاره مشوش شده است. خوب در امروز برنامه ما اوید به مسئله های مربوط به خوب گرفتن تشخیص از نفرانی که خوب در آنها نشانه های احتمالی کرونا ویروس به نظر می رسد خوب مورد بررسی قرار می دهیم. و نخست من از مهمانی برنامه پرسیدنی بودم که تست کووید از نفرانی که نشانه های این ویروس بر آنها به چشم میخورد به نظر میرسد چگونه گزارانده میشود؟ یعنی همین جریانی خب معین کردنی یا خود تشخیصی همان نفر چگونه صورت میگیرد؟ آیدی گزاراندن تست های سنجشی برای دریافت برانگیزنده سرایت نوی کرونا ویروس یا که کووید 19 آغاز از یکمی فوریه سال جاری تا به روز 29 می سال جاری در زمینه آزمایشگاه های ویروسولوژی پژوهشگاه طب پروفلاکتیکی تاجیکستان و خدمات نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان واقع در شهر دوشنبه در عمل تطبیق کرده می شد و همه آن نمونه های لعابه یا مالیشکی که از گمانبران، از علاقمندان و شخصانی که از دولت های نامساعد به این سرایت به تاجیکستان وارد شده بودند، علال خصوص به ولایت ما، طبق دستوری و توصیه های دکتران سرایت شناس و دکتران طبابتی نمونه ها گرفته شده به شهر دوشنبه انتقال داده میشود. یعنی تو این دم خب تنها در مرکز ویروسولوژی که در پایتخت جایگیر بود گرفته میشود تا به سنه 29 می سالی جاری. بله، با دستگیری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان اینچنین مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت سنه 29 می سال 2020 در زمینه مرکز نظارت دولتی سنتری اپیدمیولوژی ولایت سوخت آزمایشگاهی ویروسولوژی تأسیس داده شده، 12 نفر متخصصان برای گزاراندن تشخیص کرونا ویروس در زمینه آزمایشگاهی ویروسولوژی پژوهشگاه طب پروفلاکتیکی تاجیکستان آموزانیده شدند و عین حال تا به این دم کار و فعالیت دارند. خب تشکر زیاد. به روشن‌تر میگفتیم که همین روند چگونه صورت میگیرد؟ اگر یک شهروند که خواست خود را تشخیص کند، تشخیص کووید، او باید به کجا مراجعه کند و چگونه گرفته می شود همون خب تست؟ نمونه لعابه یا مالیشک از حلق یا گلو با توصیه طبیبان اولوی، دکتران سرایت شناس و طبیبان طبابتی که در زمینه مؤسسه های کمک اولی طبی و سانیتری شهرنایا شعبه یا بیمارخانه های بیماری سرایتی یا که بیمارخانه های مخصوص گردانده شده برای بستری نمایی و طبابت بیماری کووید 19 یعنی پیش بینی شده اند گرفته می شود و
همه این نمونه ها طبق مکتوب رسمی مرکز نظارت دولتی سنتر اپیدمیولوژی که پس از تاسیس آزمایشگاه ویروسولوژی در زمینه مرکز با عنوان سرطبیبانی مرکزهای سلامتی شهر نوحیه ها و بیمارخانه های مرکزی شهر نوحیه ها ارسال کرده شده بود، باید طبق مقررات در زمینه آن مؤسسه هایی که ما مکتوب ارسال نمودیم از جانب سرطبیبان آنها شخصان مسئول تعیین کرده می شدند و در حجره های مخصوص گردانده شده نمونه های مالشک یا لعابه از حلق گرفته می شود. طریق یخدان های خنک کننده یعنی یا یخدان های مخصوصی خردحجم با آزمایشگاه ویروسولوژی مرکز نظارت دولتی سنتر اپیدمیولوژی باید دسترس کرده شود. از طرف شهروندان باشد خود مراجعت با آزمایشگاه ویروسولوژی مرکز نظارت دولتی سنتری اپیدمیولوژی قطعی من است. در جایهای عیان یا نمایانی مرکز نظارت دولتی سنتری اپیدمیولوژی نسبت این مسئله اعلان ها گذاشته شده است، یعنی هنگامی واری شدن به حدود مرکز باید شهروندان به این مسئله دقت دهند و خودسرانه با آزمایشگاه برای گزارنده تشخیص ویروسولوژی باید تشریف نورند. خب تشکر زیاد. اینجا باز یک مسئله دیگر، خب گرفتیم که یک نفر در اون نشانه های احتمالی کرونا ویروس هست، برای معاید دقیق کردن آن که واقعا همون نفر با کرونا ویروس مبتلا شده است، از اون چند بار تست گرفته می شود؟ تستی سنجشی منظورم. برای اون نفرانی که یا شهروندانی که همچون گمان بر یا تماسیت داشتن با شخصی بیمار علاقه داشتن یا که علاقه داشتن با شخصی بیمار یا اینکه از دولت های به این بیماری نامساعد وارد شدن به حدود ولایت، باید با توصیه طبیب اویلوی یا طبیب منطقوی معاینه دکتر سرایت شناس، یعنی که پیشنهاد کرده می شود، پس از پیشنهاد کردن اگر نشان داد باشد برای گزارانده تشخیص کووید 19 بعدن چهلی که قید کرده گذاشتم از طرف مؤسس های کمکی اولی طبی سنتری و بیمارخانه های مرکزی شهر نوحیه ها باید مواد دسترس کرده شود. یعنی چند بار گزارانده می شود؟ مواد در حالتی گمانبر بودن یا تماسیت داشتن یا که تصدیق شدن این سرایت دوامی سه مدت، یعنی روز یکمی بیماری یا مراجعت، روز هفتم و روز چهاردهم باید تشخیص کووید 19 گزارانده شود. خوب بینندگان عزیز، برنامه زندگی به کووید 19 باز هم ادامه دارد. حالا فرصت آن رسیده است که اینجا همکارانی ما یک گزارش ویژه دایر به این موضوع تهیه و تدوین کردند. با همین گزارش رو تماشا میکنیم، پس از آن برمیگردیم روی مرز و با شما برنامه رو ادامه میدیم. کرامت الله نورو ساکن نوحیه دوشتیج بوده، موقتا در شهر خوجند زندگی میکند. او خواسته است به دهه برای دیداربینی والدین رود، اما خود را ناراحت احساس نموده با مرکز نظارت دولتی سنیتری و اپیدمیولوژی ولایت برای گذشتن از تشخیص کرونا ویروس مراجعه کرد. سلام علیکم. ممکن معلوم شید؟ من به نظر شما به یک مسئله اومدم که من میخوام که از این تشخیص کووید 19 گذارم. من با شما امیر را گفتنیم که اویدی مسئله گرفتن و دسترس نمودن نمونه ها برای دریافت کرونا ویروس به خودی مؤسسه های تابوتی جوی زیست که شهر و نوحیه ها وابسته کرده شده است. با اون بیمار ها یا گمانبار ها که در بیمارخانه بیشتری باشن خودی کارمندانی همون تندرستی بیمارخانه ها وابسته کرده شده است. شما حاضر می توانید با مؤسسه تندرستی جوی زیست را مراجعه کنید، اونها نمونه ها می گیرند، با ما دسترس می کنند و جوابش را وقتی تان اونو میگه. کرامت الله از آن خواتر است که بدهه با دامانی پر از ویروس بر نگردد و خانواده خود را زهرالود نسازد. من میخواستم که از تشخیصی همین کرونا ویروس یا که کووید 19 گذارم، چون که در من سفر کرده استودم و پیش از اون که من سفر کرده استودم من در خود همین احساس ناراحتی در جسم خود احساس کردم و خواستم که تشخیص خودم را در همین مرکز گذارونم.
در نزد مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی ولایت سوخت، آزمایشگاه ویروسولوژی از 29 می کار خود را آغاز نموده بود که تا امروز زیاد از 10,000 آزمایش گذرانیده به مرکزهای سلامتی فرستاده شده است. اقتدار کار این آزمایشگاه در یک روز از 120 تا 220 می باشد. تشخیصگاه مذکور به شکل زنجیری عکس العمل پلیمری گذرانده می شود. در مرکز ما فقط اون تحلیل هایی که از از شهر لوحه ها دسترس می شوند، ما اونها رو می بینیم و جوابش رو هم به همون شخصانی مستقی ما دسترس می نماییم. صابیروف رستم جان، معاون سردار مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی ولایت سوخت، میگوید تا حال مراجعت به آزمایشگاه چون روزهای اول بوده کم نشده است. تا حال هم مراجعت شهروندان یک خیل است، از اول تا آخر یک خیل است، یعنی که زیاد می باشد. کرامت الله ناروف را ضرور است که اکنون به مرکز سلامتی منطقه خود مراجعت کند. و بینندگان عزیز، در واقع خب به واسطه مراجعت کردن شمایان به مرکز نظارتی دولتی و سانیتاری اپیدمیولوژی بدون پیشنهاد یا خود توصیه خب بیمارستان های اما منطقوی یا خود طبیبان اویلوی این معنی ندارد. یعنی شما باید که پیش از اون که از خب تشخیص کرونا ویروسی مرکز نظارتی دولتی و سانیتاری اپیدمیولوژی گذارید، شما رو ضرور است که از تشخیص خب طبیبان اویلوی و یا بیمارستان های منطقوی خود گذارید و با تفصیل آنها بعدن خب با مرکز نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی مراجعه کنید. اینجا یک سوال پیش می آید در واقع که برای چی هر یک شهروند به واسطه نمی تواند با مرکز نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی مراجعه کند برای گذشتن از تشخیص کووید 19؟ اینجا چی مانعی هست و کدام خاطر این گونه سیستم بندی شده است؟ به خاطر پیشگیری راه ندادن به پیدایش و پنشوی سرایت نوی کرونا ویروس یا که تکراراً سرایت نیافتن، این چونین به سرایت های کسبی و داخلی بیمارستانی گرفت دچار نشدن شهروندان، چون که در آزمایشگاه مذکور یعنی در آزمایشگاه ویروسولوژی که به واسطه برای دریافت برانگیزنده سرایت نوی کرونا ویروس پیش بینی شده است، آنجا منطقه بلند خطر سرایت یابی است. تنها کارمندان آزمایشگاه که در زمینه چخلی که گفته گذاشتیم پژوهشگاه آیدی کار با آزمایشگاه و آیدی کار با همین برانگیزنده ها آموزنده شدند، تنها آنها می توانند در آنجا فعالیت برند و نمونه ها را مورد آزمایش قرار دهند. آنجا بنابر جای سرایت‌ناک بودن، ما به خاطر پیشگیری ممکن که در حالت مراجعه نمودن یا تشریف آوردن شهروندان آنها سالم می باشند، پس از وارد شدن به داخل آزمایشگاه این احتمال است این سرایت راهی گزارش این سرایت این هواگی قطرگی می باشد یا تماسی معیشی می باشد. بنابراین به خاطر پیشگیری یعنی سرایت پذیری کم شدن، ما یعنی طبق مقررات طبق طلبات های سانیتاری اپیدمیولوژی یعنی که واردات شهروندان را برای گزارنده تشخیصی کرونا ویروس یعنی کووید 19 در زمینه آزمایشگاه ویروسولوژی مرکز قطعاً منع نموده. خب بسیار عالی، تشکر زیاد میگم. و اینجا باز یک سوال پیش میاد، وقتی که ویروس پیش از انخطارش پیش از پیدایش ویروس در کشور از اون در ولایت سوخت، اگر اشتباه نکنم تمام تست های سنجشی تنها امکان داشت در مرکز ویروسولوژی که در پایتخت کشور به واسطه اون قرار دارد، امکان سنجش تنها در اونجا موجود بود. بله. اینجا شما در چند جای صحبتتون قید کردید که بعدا از سرکرد از 29 می در مرکز خب ویروسولوژی در ولایت نیست تاسیس داده شد. بله. امروز اون به واسطه فعالیت دارد. بله. و اون نفرانی که خب برای کرونا ویروس خب تست می سپارند، جواب تستی اونها یعنی جواب تشخیص در چند مهلت معین کرده می شود؟ پس از وارد شدن این نمونه های مالیشک یا لعابه از حلق خب از گرفتاران یا که گمانبران این سرایت، وقتی که از طرف مؤسسه های طبی طریق یخدان های خنک کننده وارد کرده می شود، پس از وارد کرده شدن به آزمایشگاه از دوامی
از 6 تا 8 ساعت و پورگی معاین کرده میشه. یعنی نفری که خوب تست سپرید پس از همگی 8 ساعت میتواند جواب خوب بله تشخیص بله. خود رو گیرد بله معاین کند. سلامت باشید، تشکر زیاد. بینندگان عزیز، برنامه ما باز هم دوام دارد و خب خاطر رسون میکنیم که برنامه زندگی به کووید مهمان خاندان شما است و در مهمونی امروزه ما متخصصی مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی ولایت سوخت خب نصیب جان اکراموف حضور دارند. یک سوال دیگر است، خب از بازه که همین آوازه ها در مورد آشکارشوی حالت های گرفتاری شهروندان کشور به کووید 19 در کشور پیدا شدند، نوبست از اون که به واسطه کرونا ویروس اشتباه نکنم اگر از 30 اپریل در کشور اولین خوب حالت آشکار شد، ولی اونجا خوب بعضی از آوازه پیدا شدند و طبیعی است که خوب چند بار تا اون زمان تشخیص هم گذارانده شد و امروز هم به واسطه تشخیص تست سپرده شده ایستاده است و در بین مردم بعضی از آوازه سر و صدا هست که خوب گویا که گرفتن یا خود تست از نفری سرایت یافته یا خود نفری گمانبر پولکی است و پولهایش هم بعضی از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی هم شکایت کرده ایستادند که از آنها برای گرفتن تست پولهای دندان شکن طلب میکنند. این در حال است که خب وزارت تندرستی کشور به واسطه پیوسته قید میکند که گرفتن تست و تبابت نفران گرفتار کووید 19 پوره رایگان است. همچنین چند پیش پرکرور جنرالی کشور محترم یوسف رحمان در نشست خبری خود تاکید کردند که خب تبابت گرفتاران کووید 19 پوره رایگان است. پس چرا همین آوازا پیدا شده ایستاده است و شما روشن‌تر حرف زده میتونید که امروز در بیمارستان های ولایت خب برای گرفتن تست پولکی است یا رایگان است؟ اون آوازای آوازهایی که در رسانه های اجتماعی نسبت پولکی بودن تشخیص کرونا ویروس یعنی بیان گردیده است، این اساسی واقعی ندارد. گذراندن تشخیص تستی برای دریافت برانگیزنده کووید 19 کلا رایگان است. در تمام جایهای عیان و نمایان مرکز نظارت دولت سنتر اپیدمیولوژی دیگر مؤسسه های طبی و تبابتی و تندرستی که در شهر و ناحیه ولایت فعالیت میکنند این اعلان یعنی گذاشته شده است و ممکن است که از طرفی بعض یعنی که آزمایشگاه هایی که همچون مؤسسه خصوصی طبی فعالیت میکنند در زمینه آنها ممکن است که طریق پولکی براه مانده شده باشد. این هم باشد این حال در سطح ولایت یک آزمایشگاه ویروسولوژی جمعیتی دارای مسئولیتش محدود لقمان حکیم واقع در ناحیه بابا جان غفوروف فعالیت دارد که نخنامه آن نیست از 266 یعنی دو نمودی تشخیص کرونا ویروس گذرانده گذر می شود، یکیش 266 سامان و دیگرش 288 سامانی را تشکیل می دهد. تشکر زیاد. یعنی در مؤسسه های سیستم دولتی تندرستی آزمایش پوره رایگان است. بله. خب جوش شما به واسه بینندگان ما گفته میتونید که در صورتی پیدا شدن یگان حالتی خب طلب کردن مبلغ شاید برای گذراندن آزمایش کووید 19 با کی مراجعه کرده میتونند بینندگان؟ از تمام شهروندان، از تمام ساکنان کل ولایت خواهش کرده میشود که هنگامی پیدا شدن چنین حالت ها یعنی طلب کردن مبلغ برای تشخیص کرونا ویروس می توانید با تلفن باوری مرکز نظارت دولتی سنتر اپیدمیولوژی ولایت سوخ یعنی رقم های 5554 یا که 5265 مراجعه نمایید. بله بینندگان عزیز، شما می توانید اگر در صورت خوب پیدا شدن یگان نفهمی ها در مورد طلب کردن مبلغ برای گذشتن آزمایش از کووید 19 به رقم های 5554 و 5265 5265 زنگ زنید و به واسطه متخصصان مرکز شما رو گوش میکنند و حتما مشکلی شما رو رسیدگی میکنند. بله. خوب بینندگان عزیز، برنامه ما باز هم دوام دارد. حالا فرصت اون رسیده است که اینجا همکاران ما در بین اهالی یک پرسش افکار ویژه دایر به این موضوع
انجام دادن با همه پرسش افکار رو میبینیم. پس از اون برمیگردیم روی موج و با شما برنامه رو ادامه میدیم. از ما دور نروید. به این سوالتان دو پاسخ دارم. اول بله، بعدا نه. از سببی که من بله گفتنم این که اگر دسترس باشد تشخیص گاه ها، باید هر یک آدم گذرد برای دلپوریش. دویمش نه گفتنم برای سببش اون که کم تشخیص گاه ها کم. ثانیز البته هر انسان پیش از همه داند که دیگه نه ریایه کرده است، حاجت تشخیص گشتن هم نیست. حاضر خودش؟ عموما میخواید از تشخیص بذارید؟ نه حاضر وقتم نیست. نه برای چی؟ درست هم هم؟ برای چی؟ سما زشته که دوستی هم خودم هم میخواید؟ برای چی؟ برای خودم هم، به خاطر خودم هم، به خاطر اویله، به خاطر احوالی. البته. برای چی؟ برای خاطر جمعی خودم میخوام که سلامت باشم، اهمین کسلی ها خودم ایمین نگاه دارم. برای پیشگیری البته خودم تشخیص گذراندن میخوام. نه. برای چی؟ اینکه من خودم سالمم، حس میکنم من سالمم. بعد نشونه هاش معلوم. ده. برای چی؟ برای اینکه دانم که سالم است. من خودم نفس اسکر گشته هم. رحمت همین وحوا که همین آیه من سال نسکره دکترو های من کلان های هم دارو چاشته یه سکره و سکره. حاضر به خدا و شکر نفس همینجا. چاک سلامت. البته میخوام. برای چی؟ برای فهمیدن اون که مثال این بیماری در وجود من هست یا نیست. نه که در اصل مثال این نشانه های گرچند که نشانه های این ویروس نیست، باز برای دل پر شدن هست. آه میخوای؟ برای چی میخوای؟ کم های می نیست می اکجا می دانیم. انا مجبور کچه برام داستیم. مجبور شده. ما نمی دانیم که ما هستیم می نیست. میخوای تبکه داستیم ما نیست. الاجا شود گذاریم بهتر. بله. برای چی؟ مطمئن باشم که گریفتار هستم یا نه؟ ما واجه بیمار شده گذشتگی. البته وای برای سلامت خودم و فایده داره. با دیگر آقای مسئلت بدیم که از تشخیص کرونا ویروس گذرن. خوب تشکر زیاد. اینجا برنامه رو باز هم دوام میدیم و روسی اینجا از خوب نظرهای مردم، از نظرهای شهروندان برمیاد که ایده جانبداری اون هستند که واقعا از تشخیص گذرند و این رو ضرور میدونند برای خود و ایده دیگر جانب دیگر نیخترش میگویند که اونها هیچ ضرورت نمیبینند که از تشخیص گذرند، چون خود رو خیلی خوب بردم احساس میکنند، خود رو سلامت احساس میکنند. خوب اینجا یک سال پیش میاد از پرسش افکاری که اینجا هست، آیا شهروندان با طور خود اختیاری بدون اون که در آنها نشانه های کرونا ویروس نیست، آنها نوبس از اون که خود را خوب صحت احساس میکنند و میتوانند که خوب برای باور حاصل کردن اون که گرفتار کووید هستند یا نه خوب از تشخیص گذارند، از تشخیص کووید منظور من. خیلی که در نوار معلوم گشت اکثریت شهروندان برای دلپوری و خاطر جمعی، بله، برای گذشتن از تشخیص کرونا ویروس جانبداری، یعنی جانبداری کردن. و از روی نقطه نظری تیب اگر ما نگاه کنیم به این مسئله، باید این ضروریت نداشته باشد. در کدام حالت ضروریت دارد؟ در حالتی اگر همان شهروند از دولت های نامساعد به این سرایت تشریف آورده باشد، یا که در دوام 14 روز با یگان بیماری تصدیق شده یا گمانبر در علاقه باشد یا تماسیت داشته باشد، بله، و در حالتی پیدا شدن نشانه های این سرایت پس از توصیه دکتری توابتی یا که دکتری سرایت شناس، این به این تشخیص گذراندن ضروریت دارد. خب تنها در همین حالت ها ضرورت پیش میاد که او به واسطه رود از تشخیص کووید 19 گذارد. سلامت باشید. تو این زمان در بین مردم دایر به خب خود نشانه های کووید 19 و اینچنین دایر به نشانه های التهاب شش یا خود پنیمانی نظرهای بسیار نادرست هم هستند و آیا یک سال پیش میاد که آیا نتیجه های گرفتاران
کووید 19 از خب نتیجه های نفران گرفتار التهاب شش یگان تفاوت دارد یا نه؟ فرقیت بین بیماری التهاب شش یا بین التهاب شش و سیرویت نوی کرونا ویروس کووید 19 قید کردن به مورد است که سیرویت نوی کرونا ویروس این سیرویت ویروسی می باشد و یکی از آریزه های آن یعنی هنگامی به خود توبان مشغول شدن ساکنان هنگامی دیر مراجعه کردن به مؤسسه های طبی یا طبابتی بله. این حالت ها آورده می رساند به پیدا شدن یعنی التهاب شش در بدن انسان بله. این آریزه سیرویت کرونا ویروس باشد تنها فرقیتش گویا که نیست این در این سیرویت کرونا ویروس نیست در التهاب شش نیست عضوهای نفس کشی آسیب پذیر میشه و فکر میکنم دوید به این مسئله بیشتر خوب پولمانولوگ ها به دکترانی یعنی سیرویت شناس دکترانی امراضی درونه یا دکترانی یعنی شش امراضی شوش مراجعه کنند تصورات زیاد گرفته میتوانند خب تشکر زیاد اینجا باز یک سوال دیگر است بعضا مردم در شبکه های اجتماعی ما بیشتر شبکه های اجتماعی رو نظارت میکنیم و از اونجا خب نگرانی های مردم نیز از همونجا میگیریم خب یک مدت بود که بعضی ها شکایت هم کردند که گویا که در بیمارخانه ها تستی کووید 19 نمانده است و اونها رو تست نگرفتند آیا همین چیز همین آوازه ها اساس دارد یا نه و گذشته از این امروز شماره تست هایی که در مرکز خب ویروس هواگی که در ولایت تست داده شده است موجود هستند برای خب یک مدت پر از تشخیص گذراندن شهروندان کشور بسندگی میکند یا نه خیلی که از نوار گفته گذشتند تا به این دم زیاده از 10,000 به تشخیص 10,000 نفر شهروندان بیماران گمانبران و شخصانی که سیرویت آنها تصدیق شده است از تشخیص تستی گذرانده شدند و این حال در زمینه آزمایشگاه ویروسولوژی مرکز ذخیره موادها برای گذراندن تستی سنجشی آیدی تشخیصی کرونا ویروس ارزی وجود دارد به قدر کافی و امکانیت گذراندن تشخیص را ما داریم خب تشکر زیاد بینندگان عزیز برنامه زندگی به کووید 19 بود مهمان خاندانی هر یک شما و خاطر رسان میکنیم که در مهمانی ما حضور داشتن اینجا متخصص مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی ولایت سوخت نصیب جان اکراموف بار دیگر تشکر زیاد میگویم بسیار سپاس میکنیم که دعوت ما رو پذیرفتید و اینجا بعضی از نورشانی هایی که دایر به این موضوع جای داشت روشنی انداختید و برایتون در کارهای خوب تامین بهداشتی مردم بردباری های بی‌نظیر تمام شکریزاد. میکنید دوستان گرامی خواهد در همینجا رسیدیم به پایان برنامه در موضوع آینده ما به شما دایر بر موضوع ترتیب دستشویی و دیگر قایده های گیگینی صحبت میکنیم تا برنامه های دیگر تنسیت و خانواد باشد.